مجموعه فعالان حقوق بشر که سالهاست با سایت هرانا شناخته می شوند بخشی جدید بر فعالیت هایشان افزودند آنها بر این باورند که بعد از 15 سال فعالیت هایشان از انتشار اخبار نقض حقوق بشر باید به سمت معرفی ناقضان حقوق بشر گسترش شود حالا این مجموعه در تلاش است که با این گام جدید راه رسیدن به دادخواهی را جدیتر از گذشته پیگیری کند از واشنگتن محمد حیدری گزارش میدهد اینجا در گوشه ای از ایالت ویرجینیا چسبیده به پایتخت آمریکا گروهی از فعالان حقوق بشر در حال بیرون کشیدن پرونده ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستند تا پیش از این و در 15 سال گذشته تمرکز مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که با وبسایت هرانا شناخته می شوند بر قربانیان بود اما حالا آنها میخواهند با اجرای برنامه دادگستر نام متخلفان را هم بر سر زبان ها بیاندازند نامهایی که بسیاری از آنها تا کنون ناشناخته ماندند. کیوان رفیعی از مسئولان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میگوید این برنامه هنوز در ابتدای راه است و به مرور گسترده خواهد شد. برای دو سال آینده حداقل چشم اندازمون که ما حداقل بتونیم سالی 1000 تا 1500 پروفایل رو اضافه بکنیم. خب این پروفایل فقط این نیست که ما اسم اضافه کنیم یک حجم عظیمی از کار انجام میشه ولی خب مشارکت مردمی میتونه به ما کمک بکنه به افسایش و بالا رفتن از این عدد و هر چقدر بتونیم بیشتر از مردم کمک بگیریم اطلاعات بیشتری بگیریم میتونیم چهرهای بیشتری رو به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی بکنیم و براشون به قولی هزینه سازی کنیم بر اساس اطلاعاتی که تا کنون در وبسایت دادگستر جمع آوری شده بزرگترین ناقض حقوق بشر در ایران خود قوه قضاییه است دستگاه قضایی با بیش از چهل درصد، سپاه با هفده درصد و نیروی انتظامی با پانزده درصد بیشترین سهم را در میان ناقضان حکومتی حقوق بشر در ایران دارند. از اون افسری که به کولبر شلیک میکنه تا به سوخبر شلیک میکنه تا مثلا زندونبان تا مثلا کسی که علیه مثلا اقلیت های دینی و یا جمعیت های مختلف نفرت پراکنی میکنه حتی سخنرانی عمومی میکنه همه اینا رو میبینیم دنبالش در کنار اون آدم های های پروفایلی که مثلا در سپاه پاسداران در وزارت اطلاعات حضور دارن و خب به حال حرکت هایی که میکنن شاید شناخته شده تر باشه آنها میخواهند به همه اطمینان دهند که کارنامه اعمال ناقضان حقوق بشر فراموش نمی شود و در قبال آنچه بر سر انسان ها هم مسئولیت تاریخی و اخلاقی متوجه آنهاست و هم مسئولیت حقوقی و جزایی. هدف ما اینه که نشون بدیم ناقضان حقوق بشر در ایران دیگه مسئولیت از مجازات نخواهند داشت و با فشارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی بالاخره با عدالت مواجه خواهند شد. بدون شناسایی و مستندسازی نمیشه به مسئولیت از مجازات خاتمه داد. برنامه دادگستر میتواند بخشی از تاریخ دادخواهی در ایران باشد. تهیه دیتابیس تهیه آرشیو همونطور که ما در هرانا که انجام میدیم در واقع ثبت تاریخ ثبت تاریخه برای اینکه عملکرد افراد یعنی ناقض حقوق بشر هم اون بدونه که هزینه این رو بالاخره خواهد داد ثبت میشه در تاریخ و همین که افکار عمومی وجدان عمومی همیشه در رابطه با این ناقض حقوق بشر قرار بگیره اگر که تجربه گذشته در حافظه ما ماندگار شود شاید که مسیر تکرار آن مسدود شود محمد حیدری ایران اینترنشنال